بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد بشيرا ونذيرا. با عرض سلام و حرمت خدمت تمام مؤسلین عزیز میایم خود شما با یک دگی از درس ها مضمون کانگریت دو یا کانگریت اول سمستر ششم که به این درس خود شما فصل سوم شروع میکنیم. درس دوم میشه فصل سوم. هدفی که خود شما به فصل داریم استرین انالیسیس آف بیم اکاردنگ تو ECI کوده. میگیم خود شما مقاومت یا استرینی که یک بیم میتونه به حساب داشته باشه او رو تحلیل میکنیم به اساس ECI کود. ECI کود هم American Concrete Institute بود. این فصل انشالله خود شما به سه درس خلاص میکنیم که درس اول مقدمی به ارتباط متد هایی که در دیزاین داریم و درس دوم هم پروسیجر یک میتونیم خود شما یک بیمر تحلیل کنیم و درس سوم هم میایم خود شما چند تا مثال کار میکنیم. قبل از اینکه بریم به متن درس و درس ها گذشته یا فصل گذشته که فصل دو بود که آمادیم خود شما رو به حساب تمام کردیم، امید که شما سوالا ختم چپتر کار کرده باشیم. اگر اون سوالا رو کار کرده باشیم انشالله ما مطمئنم که با مشکل به این درس ها روبرو نمیشیم. اگر اونا رو کار نکرده باشیم به این قسمت هم شما مشکل داریم که به اونجا می آمدیم خود شما یک بیمر وقتی که تحت یک بیمر اول خو از لحاظ استیج بندی کرده بودیم و فصل دو گفته بودیم سه حالت داره. وقتی که اگه اور بیای ما استپ با استپ با یک گروپ بارگذاری کنیم، یعنی بار به یک دفعه بالی از او وارد نکنیم، یعنی بیایم استپ به استپ بارگذاری کنیم، گفتیم یک همو حالت یا استیجیه که بیم لود بالی از او وارد شده، لود کمه، کانگریت کرک نکرده، یعنی به سایه تنشن خو هیچ نوع کرک به کانگریت وارد نشده که این بیما پیوسته بود و ما و شما می آمدیم این کاملا می گفتیم کانگریتی که به سایه تنشن هم هسته مقاومت داره و مقاومت از او در نظر می گرفتیم. حالت دوم حالتی بود که بیمی که به سایه تنشن بیم کرک شروع می شد اما بار با التیمیت نمی رسید، یعنی به زینجگا الستیسیتی استرین لیمیت داشتیم خود شما، برای اینجا الستیکی خوب بود بیم که می آمادیم به زینجگا خود شما کرکین مومنتر هم پیدا می کردیم. و حالت سوم حالتی بود که بیم می رفت برای اینجا بعدی که در این رنج التیمیت استرین بال بیم وارد می شد، یعنی لود به حد اعظمی وارد می شد و به زینجگاه کانگریت که به سایه تنشن بود کرک ایجاد می شد و به خاطر که کرک ایجاد می شد ما مقاومت کانگریت به سایه تنشن در نظر نمی گرفتیم، فقط مقاومت کانگریت به سایه کمپرشن یا فشاری در نظر می گرفتیم و مقاومت استیل به سایه کشیشی یا تنشن در نظر می گرفتیم. که به این ارتباط آمدیم چند تا سوال خود شما کار کردیم. حال میاییم خود شما به فصل سوم استرین انالیسیس آف بیمه اکاردنگ تو ECI کود که باید او درس ها قبلی دقیق شما فهمیده باشیم که انشالله به این فصل و به این درس ها شما مشکلی روبرو نشیم. قبل از این که شروع کنیم اینترودکشن یا مقدمه داریم و میگیم Method of Structural Design. میایم خود شما میبینیم متد هایی که وقتی یک ساختمان رو بخوایم دیزاین کنیم چی متد ها چی روش هایی وجود داره. هدف اینجاست که ساختمان ها عموما ساختمان ها کانکریتیه به چون مضمون کانکریته، ولی همه متد ها برای استیل و استیل استراکچر ها هم از همین متد ها استفاده میشه. متد هایی که به زینجگا هستن من متد ها رو لیست کردم، متد هایی که کاربرد زیادتر به حساب داشته. اول Working Stress Design Method که WSD میگیم که از
1960 تا 1967 تقریبا خیلی از این استفاده می شد از این متد، ولی حال دیگه یک متد بسیار قدیمیه که از این به ساختمان کنکریتی استفاده نمیشه مگر اینکه ساختمان پریکست باشه، ساختمانی که قبلا به حساب بیایم خود شما به عنوان مثال بیمرخ کنیم بعد از این ببریم سر جای بگذاریم. که همین متد علاوه بر استرس دیزاین متد هم میگم ASD هم میگم، این هر دو یک متد، تفاوتی با یک دیگر نداره. Working Stress Design Method یا علاوه بر Stress Design Method also known as Working Stress Design Method که این به این ترتیب هم همو مطلب میرسانه و همو متد دیگه نیه. متد دومی Ultimate Stress Design Method که این میگیم USD Ultimate Design Strain Method Ultimate استرنت دیزاین متد یک متدیه که در حال حاضر از این بوافر در تمام ساختمان ها کانکریتی استفاده میشه. متد دیگی که خود شما داریم لیمیت استد دیزاین متد یا LSD. LSD هم یک متدیه که در حال حاضر از این استفاده میشه برای ساختمان هایی که خیلی پیچیده ایه. ساختمان هایی که خیلی پیچیده از این استفاده میکنیم. میایم خود شما به سلایدها بعدی زیادتر در مورد از اینا صحبت میکنیم، حال فقط اینجگا نام ایناه. و یکی دیگه لود اند رسیستنس فاکتور دیزاین متد، لود اند رسیستنس فاکتور دیزاین متد و همین التیمیت استرین دیزاین متد هر دو یکیه، اینا تفاوت نداره وسط یک دیگر. یعنی پروسیجر UST or Ultimate Strain Design به اساس LRFD or Load and Resistance Factor Design Method. تفاوت اینا بین یک دیگر خوب نداره. حال میایم خود شما یکی یکی از اینا رو بیشتر وضاحت میدیم. Allowable Stress Design Method use service level loads and a safety factor to the member strain. امی علاوه بر استرس دیزاین متد یا ورکینگ استرس دیزاین متد که هر دو متد گفتیم این یک دیگر، اینا تفاوت نداره. کاری که اینا به اینجگا میشه، اینا فقط میایم همون لودر بدون از اینکه فاکتر کنم، به عنوان مثال بر ساختمان رایشی میگیم به یک متر مربع 200 کیلوگرم فی متر مربع ما لایو لود در نظر میگیریم. این متد همون لودر به حساب در نظر میگیره، فاکتور نمیکنه. اما در حالی که التیمیت استر دیزاین متد میای این ضرب یک فاکتور بزرگتر از یک میکنه که حدود 60% بالای از او افزایش میاره. سابق 70% بود، 1.7 ضرب میکردیم. به این ترتیب دد لودر محاسبه کنیم، فرض کنیم خود شما 150 کیلوگرم شده باشه، در حالی که به کدا جدید میایم خود شما رو ضرب یک فاکتور 1.2 میکنیم، سابق رو 1.4 چی میکردیم، ولی این متد اون چی نمیکنه. ولی یک کاری که میکنه، میای یک سیفتی فاکتور برای استرنت منبرا در نظر میگیره. منبر که اینجا هدفمانه، منبر چی سلب باشه، بیم باشه، کالم باشه، فاندشن باشه، هر منبری که باشه، به عنوان مثال وقتی که میگیم مقاومت استیل 60,000، این 60,000 در نظر نمیگیره، 20,000 یه ضرب یک فاکتور کوچیکتر از یک میکنه. مقاومت کنکریت میگیم 3,000، این 3,000 در نظر نمیگیره، 1,000 در نظر میگیره، یا به عنوان مثال میگه 1,500 در نظر میگیره. همین هر دوی متد به این اساس مثلا کار میشه، یعنی لود فاکتور نمیکنه اما مقاومت مواد در ضرب یک فاکتور کوچکتر از یک میکنه. التیمیت استرین دیزاین متد ای یک متد عصریه که از این استفاده میشه و روش کار از این به این حالته: Ultimate capacity is generally the factor resistance or capacity of member being designed with load and resistance factor design method. که من به سلاید قبلی هم گفتم که load and resistance factor design method به می اساسه. Ultimate چه کار میکنه؟ Ultimate میایه هم لودار ضرب یک فاکتور بزرگتر از یک میکنه، 1.2 دید لود جمع 1.6 لایف لود میکنه و علاوتاً میای مقاومت مواد دارم ضرب یک فاکتور، یک رزیستنس فاکتور یا یک فاکتور کوچکتر از یک میکنه. عنوان مثال مقاومت استیل ضرب 1.1 برای حالت ها بندینگ ضرب 1.9 میکنه، برای شیر ها اینا ضرب 1.75 میکنه
و به بعضی حالت ها برای بیرینگ اینا ضرب عشر 65 میکنه، باز با کالا ما همون مقدار عشر 65 و عشر 75 در نظر میگیره که جلوتر بریم خود شما رو از او بیشتر وضاحت میدیم. یعنی اینجگا کاری که التیمیت استرین دیزاین متد میکنه این میایه به اساس ای که هم مقدار لود بالا میبره هم مقاومت مواد در یک فاکتوری به حساب چی میکنه، نه بو اندازه که به ورکینگ استرس دیزاین متد پین میآوردیم، یک مقدار به حساب مقاومت پین تر میاره استفاده میکنه. لیمیت استیت دیزاین متد ای یک بسیار متد به حساب پیچیدیه که کاری که اینجای میکنه از دیزاین متدولوژی وی ار دیفرنت فیلر مکانیزم اور استیت اور چکیت، میای بز اینجگا انواع و اقسام حالت فیلر بر یک منبر در نظر میگیره. ان علاوه بر استرین فور ایچ فیلر میکانیزم آر استیت آر دیترماین، و برای هر کدوم از همه حالت های فیلر میای انمو علاوه بر استرین یا همو لودی که قابل برداشت از اون منبر باشه معرفی میکنه، میگه این لود بالی از این وارد بشه. Load and Resistance Factor Design Method or LRFD ما شما LRFD میگفتیم used factor loads and applied a reduction factor to member strain که گفتیم Ultimate Strain Design Method و این method یکیه. و کانگریت ما که به اساس ECI کار میکنیم، ECI از روش Ultimate Strain Design Method که بسیار همون Load and Resistance Factor Design Method استفاده میکنه. Design Method از شروع قرن 20 تا به سال 1960 ورکینگ استرس دیزاین آر علاوه بر استرس دیزاین از این کارایدش و از این استفاده میشد و همیش که اساس کار از این ورکینگ آر سرویس لود بود، هرچه که لودی که به حساب بالای ساختمان وارد میشد همون لود در نظر میگیرید بدون از اینکه او ضرب یک سیفتی فاکتر بزرگتر از یک کنه. از 1963 Ultimate Stress Design Method زیادتر به حساب کاربرد پیدا کرد نظر به Working Stress Design Method. از سال 1963 به این طرف ای بیشتر به حساب کاری پیدا کرد. Ultimate Stress Design Method چه خصوصیاتی داره که ای بیشتر به حساب چه کرد؟ کارهایی که ای به حساب در نظر گرفته از این قراره، یک More rational than working stress design method. به اینجاگا عقولانه تره. یعنی وقتی که میاییم این متد در خود شما جلو میبریم از این متد دیزاین میکنیم، دیزاینر به اینجاگا چیزهایی که در نظر میگیره همه به اساس خرده، به اساس واقعیته که میای اینجا به اساس از این متد استفاده میکنه. Do provides more realistic estimate of safety. سیفتی فاکتور هایی که به حساب ای در نظر میگیره یا معرفی میکنه از ورکینگ استرس دیزاین متد زیادتره و عموما این سیفتی فاکتورها سیفتی فاکتورهای ریالیستیکه یا سیفتی فاکتورهای حقیقی و واقعیه که نیاز باید اونها رو خود شما در نظر بگیریم. و حالت سوم پرودیوزیس مور اکونومیکال دیزاین، و این روش یک روش بسیار خوب اقتصادی برای دیزاینه نظر به ورکینگ استرس دیزاین. Working Stress Design اینقدر اقتصادی نیه. Ultimate Stress Design Method used factor load. در حالی که Working Stress Design load factor نمی کرد، این کاری که میکنه loader factor میکنه. ضرب یک factor بزرگتر از یک میکنه. Use of Working Stress Design Method. از Working Stress Design Method با کجا استفاده میشه؟ Design of fluid filled structure. از این میایم خود شما به زیادتر به سازه ها هیدرولیکی استفاده میکنیم. سازه ها هیدرولیکی از این استفاده میشه. از این متد دیزاین استفاده میشه. Calculation of deflection. وقتی بیایم خود شما deflection ها رو محاسبه کنیم خصوصا به استرکچر ها. میایم از این به استرکچر میایم خود شما از این متد استفاده میکنیم. Design of pre-stress concrete. ساختمان هایی که pre-stress concrete گفتیم خودش در شروع این کانکریت الیمنت ها ساختمانی کانکریت به دو حالته، یا کاستین پلیزه که در جایی که از او ساختمان استفاده میشه ریخت میشه کانکریت، یا پری استرس
پریکست. پریکست گفتیم قبلا به جادگی آماده میشه المنت سازه، بعد المنت ساختمان بعد برده میشه سر جای گذاشته میشه. اما اینجیگا دیزاین آف پری استرس کانگریت که این همو پریکست. پریکست به حالت یک اینجیگا قبل از اینکه همی المنت ساختمان ریخته بشه بالای استیلی که به سایه تنشن قرار میگیره یک استرسی وارد میشه، بعد از او کانگریت ریخته میشه. که بعد انشالله این خود شما به کنگره دو اگه فرصت باشه میایم رو ازی بیشتر صحبت میکنیم و متد معرفی میکنیم. Working stress design method used some factor of safety for all loads. ای بعضی factor of safety های برای تمام لودا معرفی میکنه. Does not account for variation in the resistance. اما همی variation ها به محاسبات و اینها ها در نظر نمیگیره که مقاومت به حساب داره یا نداره. حال بیایم خود شما تفاوت difference between working stress and ultimate stress design. Working stress design and ultimate stress design method ببینیم که ای اگر به یک سلاید معرفی کنیم تفاوت ها به چیه. اینجگاه خود شما داریم ultimate stress design method و به اینجگاه working stress design method. با ultimate it's primarily based on the strength concept of concrete. ای به اساس strength concept concrete. It's based on the linear theory or elastic theory. ولی ای به اساس linear theory یا elastic theory که concrete زمانی تا به زمان به حساب چی از اون linear که به hilt point خود نرسیده باشه به این ترتیب استیلم. اما وقتی که به hilt point رسید باز اونجا دیگه linear نیه. که این متد متدی بیترک، یعنی به زنجیگاه استرنت کانکریت به هر رنجی که قرار داشت اگر بر رنج الیستیکی بود خطی در نظر میگیره، اگر رنج الیستیکی تیر شده بود خطی در نظر نمیگیره. که تفاوت از این به اینه که این متد متد یو اس دی متد بیتریه. It's considered to design critical combination of load. به زنجیگاه میاید چندین لوده که بالای یک ساختمان وارد میشه. فرض کنیم یک ساختمان خود شما دارین که بالای از او live load بار زنده، dead load بار مرده، wind load بار باد، دیگه seismic load بار زلزله. به این ترتیب فرض کنید که ساختمان به پهلو آب قرار گرفته که بتونجگا قواها هیدرولیکی هم وجود داره، یا فرض کنید که به جای قرار گرفته که فشار خاک هم به پهلو یک تپه قرار گرفته بالی از این وجود داره. میاید تمام لودار کمباین میکنه این متد. وقتی که کمباین کرد بعد میه کریتیکال کمباینیشن لود در نظر میگیره، هر کدوم که همو حالت بورنی یا زیادترین تاثیر دش در نظر میگیره. اما اینجی it's considered to design carrying load. این فقط همو لودی که بالای ساختمان وارد میشه در نظر میگیره که این متد متد بیتریه. it's designing to elastic behavior of material. اساس ازی به اساس elastic behavior of material مواد در توری در نظر میگیره که میگه برنج الیستیکی خوب باشه، برنج پلاستیکی نرسیده باشه، یعنی با نقطه هیلت پوینت خود نرسیده باشه، زیر هیلت پوینت باشه که بتونه باری که بالای وارد میشه تحمل کنه. اما working stress design it's a design to plastic behavior of material. این فکر میکنه که مواد همه به حالت رنج پلاستیکی، اگه برنج پلاستیکی باز این حالت اولی که لینیر تیوریه خود یک دیگر تناقض داره، چون مواد که برنج پلاستیکی باشه دیگه حالت خطی ندارن. material strength to be used for member design. به زینجگا استرنت موادی که برای منبر دیزاین میشه به کار میبره. اما اینجگا modular ratio used for member design. modular ratio امو مجلس آف الیستیسیتی مواد بود. مجلس آف الیستیسیتی کانکریت به این سیستم میگفتیم 29 ضرب 10 به طاقت 6 پوند بر انچ مربعه. اما این نه، میای همون متریال استرنت، یعنی ای از مجلس آف الیستیسیتی استفاده میکنه، این نه، ای از مقاومت یا استفاده میکنه. یا این میگه 29 ضرب 10 به طاقت 6 پوند بر انچ مربع، ولی این میگه نه 60,000 پوند پر اینچ مربع، همین مقاومت استیل همینقدره، یا کنگریت 4,000 پوند پر اینچ مربع. دیگه تفاوتی که داره استیبیلیتی آف استرکچر از مور دین ورکینگ استرس دیزاین. به زینجگاه استیبیلیتی یا پایداری ساختمان زیادتر از ورکینگ استرس، اما استیبیلیتی آف استرکچر از لیس دین التیمیت استرس دیزاین.
استیبیلیتی و پایداری کمتره، چون یه هم حالت ها رو میگه به التیمیت استرس دیزاین در نظر میگیره. لو کاست دیزاین متد ای از لحاظ اقتصادی قیمت پایین تریه، اما به زینجگا های کاست دیزاین متده ای یک قیمت زیادتر بال ساختمان تعمیل میکنه. ادوانتج آف، حال با این حالت که آمادیم هم گزینه‌ها رو پهلوی هم گذاشتیم و گفتیم ایسی هایم از التیمیت استرس دیزاین متد استفاده میکنه، حال بیایم ببینیم دگه ادوانتج یا محاسن یا خوبی ها از این متد چیه. Account for non-linear relationship between stress and strain. ای به این ترتیب حالت non-linear relationship بین مواد در هم به حساب در نظر میگیره. وقتی که از حالت خطی خود در بیایه که یه خوبیه، در حالی که به زونجگا working stress design method حالت خطی را همیش در نظر میگیریم. Consistent or constant design methodology for all member. ای به تمام منبرها ساختمان، یعنی از سلب شروع، بیم، کالم، فاندشن، برای همه یک متدولوژی یا یک روش حساب در نظر میگیره. در حالی که working stress design باز این حالت ها متفاوت بود. More realistic assessment of structural safety. ای برای ساختمان structural safety هایی که معرفی میکنه به اساس یک تحلیل و واقعیت های، یعنی سیفتی فاکتور های معرفی شده با شرایط و محیط بسیار سازگار و کاربردی قابل کاربرده. More uniform structural safety against collapse throughout the structure. یونیفارم استرکچرال سیفتی معرفی یعنی سیفتی که معرفی میکنه یونیفارم یا یک نواخته، خصوصا وقتی که ساختمان میه در نظر میگیره که اگه با حالت کلاپس یا به یه حالت رسیده باشه که فیلد بشه. و مور اکانومی دین ورکنگ استرس دیزاین، و این بسیار اقتصادی تره نظر به ورکنگ استرس دیزاین. Load and resistance. حال این یکی دیگه از خصوصیات از این اینه که load و resistance. Load خود باره، resistance هم مقاومت مواده. حال load are multiplied by a load factors. Load are این به زینجگاه ضرب یک فاکتر میکنه که load factor میگیم، که این load factor ها همیشه بزرگتر از یکه. و در مقابل nominal resistance or nominal strength or multiplied by strength reduction factor or phi. استرینت مواد یا مقاومت سازر میای ضرب یک ریدکشن فاکتر میکنه که فیه، که ای فی کوچکتر از یک. رنج فی بین 10^9 to 10^65 که باز جلوتر بریم خود شما به دیتیل میگیم که به چی حالت های از ای فی استفاده میکنیم. خوبی از این متد به اینه که لودار ضرب یک فاکتر بزرگتر از یک و استرینت مواد ضرب یک ریدکشن فاکتر فی کوچکتر از یک میکنه. قبل از اینکه بیای از اونا به پروسیجر دیزاین استفاده کنه. بیم فلکجرال ریسیستنس. حالا اگه بیایم خود شما برای یک بیم حالت خمیشی، مقاومت خمیشی از اون بررسی کنیم. استرین داشتیم و استرینت. استرین امو کورنیشه، یعنی تغییر طول بر طول اولیه، و استرین او استرسه یا فشاره. فشار چی با حالت کشیشی باشه و چی با حالت فشاری باشه. استرین واری لینیرلی و دیستنس فرم ده نیوترال اکسیس. استرین خطی زیاده میشه نظر به نیوترال اکسیس، کمون میواری بود که در اونجگا به فصل دو هم خود شما گفتین که بزونجی مقدار استرین یا فشار صفر بود، نه به حالت تنشن قرار داشت به بیم، نه به حالت کمپریشن. قسمتی که بیم از تنشن به کمپریشن انتقال پیدا میکرد، کمور میگفتیم نیوترال اکسیس یا میور خونسا. استرس و استرین، استرس فشار میشه، استرین ننمو کرنش یا به حساب تغییر طول بر طول اولیه. Stresses vary approximately linearly with distance from the neutral axis. استرس هم به این ترتیب
تقریبا به حساب خطی ازدیاد میشه up to a stress level equal to about one half تا به یک رنجی که تقریبا 50% افرام سبسی که همون مقاومت آخری کانگریت بود یا مقاومت که دیزاینر در نظر میگیرید به عنوان مثال 4000 PSI که باشه ای تا 2000 PSI و میالت خطیه The concrete compressive strength کمی فرام سبسی concrete compressive strength For stresses higher than one half اگه استرس از این رنج زیادتر میشد The concrete compressive strength استرس واریز نان لینیرلی with استرین که از او به بعد باز دیگه استرس و استرین حالت خطی نظر به یک دیگر ندارم که نان لینیر میشه که این میای همین حالت نان لینیر بعد از او در نظر میگیره یا اگه بیایم اینجا خود شما رو شکل نگاه کنیم این بیم مقطع از اینجا داده شده که اینجا استیل به سایه تنشن کانکریت به سایه کمپرشن و یم نیوترال اکسیس یا میبره خونسا اگه اینجا بیایم خود شما استرین در نظر بگیریم استرین ویریشن ات التیمیت لود کاندیشن حالت استرینه هیلد استرس استیل کوچیک استرسی که به داخل استیل وارد شده به میوزیت کوچیکتر ببخشیم بزرگتر از هیلد استرسیونه چرا به اینجا التیمیت لود کاندیشن همو حالت عظمی لود یک بال ساختمان وارد شده و اینجا هم استرین کانکریته وقتی که میایم خود شما کانکریت این دیگه حالت لینیر نیه ببینیم که این حالت تقریبا پارابولیکه استرس ویریشن اد التیمیت لود کاندیشن میبینید که حالت پارابولیکه که التیمیت دیزاین متد همین حالت پارابولیک میای در نظر میگیره خوبی از این به همین حالت که بعد از این رنج الیستیکی میای این وضعیت در نظر میگیره کانکریت استرس استرین اگه بیایم خود شما بر روی از این محور عمودی استرس یا همو استرین یا فشار کانکریت در نظر بگیریم که این مقداران به کپس بر اسکویر اینچ باشه یا کپس فی اینچ مربع باشه و برو گراف افقی استرین یا همو تغییر شکل بر شکل اولی چه یا استرین بیاییم خود شما در نظر بگیریم و اینجا ای گرچه همین گراف خود شما در سال قبلی هم آوردیم روی از زیاد به حساب صحبت کردیم که شما میتونیم از اونا هم استفاده کنیم به فصل اول خصوصا اگر اینجا خود شما نگاه کنیم میبینیم که 0.203 استرینیه که به تمام کلاس ها کانگریت ای قابل کار برده از یک کپس پر اینچ مربع که مقاومت کانکریت باشه تا 6000 پوند پر اینچ مربع یا 6 کپس اما از اشار 203 تا اشار 204 میبینیم برای کانکریت با مقاومت های پایین تر یعنی از 4000 به پایین استرین زیادتره ولی از 4000 به بالا که یعنی رنج 5000 و 6000 باشه میبینیم که حد اعظمی همو اشاری 203 که التیمیت استرس دیزاین متد هم عظمیترین استرینی که برای کانکریت در نظر میگیره همو تغییر شکل یا این نطاف پذیری و 0.203 در نظر میگیره که این حالت عقلانی و نزدیک به واقعیته یعنی این واقعیته که استفاده میکنه دیزاین استرس بلاک اگه بیایم خود شما همین استرس بلاکی که به حساب از او به دیزاین استفاده میکنیم در نظر بگیریم او چیه گرچه به امو روش ویتنی رو آمادیم به فصل دو هم خود شما روی از او صحبت کردیم اگه این بیم باشه که عرض از این بی و ارتفاع از این دی باشه وقتی که این تحت تاثیر بارگذاری قرار بگیره اکچوال کمپرشن استرس وریشن از این به ای حالته که استیل به اینجا به حالت تنشن و کانکریت به کمپرشن که استرس گراف از یا استرس بلاک از این اگه بیاییم رسم کنیم از صفر شروع میشه تقریبا پارابولیک اینه میایی به ایالت به حساب بسته میشه کمی ارتفاع از این به زینجگا سی میگیم که باز ویتنی آماده بود سیر و ضرب یک فاکتور کوچکتر از یکی به نام بیتا یک کرده بود که او به این معرفی کرد یا به ایالت که گفته که ای مساوی میشه بیتا یک سی و بعد این تبدیل کرد به حالت رکتانگولر که به محاسبات بتونه از این استفاده کنه. و
پس به سایه تنشن خودش ما تیر داریم که تیر مقدار یا مو اف وای داریم که مقدار میشه ایس اف وای، اینجا استرس اینجا قوا شده. و به سایه کامپریشن خودش ما 85 اف فریم سبسی مو استرس داریم که اگه این ضرب مساحت از این بالا کنیم اون میشه 85 اف فریم سبسی ای ضربی بی. و فاصله بین از این دو قوا با مقدارهای مساوی مختلف الجهت که یک کپل تشکیل میده دی منفی ای بر دو. انمی دیزاین استرس بلاک که از همین متد میای التیمیت استفاده میکنه، فقط از همین گراف همین چی کل چیز به حساب همینه. کانکریت بسیار ساده اسف وای میتونیم بنویسیم خودش هم مساوی میشه 85 فریم سب سی بی. از این جیر بریم پیدا کنیم باز به رابطه که میخوایم خودش ما برای مومنت پیدا کنیم، میگه مومنت مساوی میشه با اصل ضرب یکی از این قوا ضرب در فاصله وسط اینا اسف وای ضرب دی منفی ای بر دو ای را کجا بیاریم از این رابطه خودی از این که مساوی قرار دادیم پیدا کنیم. خلاص بیم فلکچرال رسیستنس، اگه بیایم خود شما بیم مقاومت بیم با حالت خمیشی یا وقتی که تحت تاثیر مومنت قرار میگیره بررسی کنیم. کانکریت از اسیوم تو کراش ات ای استرنت اف 0.003. فرضیه بر اینه که کانکریت به شکست مواجه میشه به یک استرین 0.203 که ما و شما با او گراف جلویتر دیدیم که همین رنج برای عموم مقاومت ها کانگریت تا 6000 قابل قبول بود که بعد از این یعنی کانگریت به کرش مواجه میشه استرین عزیز زیادتر نباید بگیریم. Replace non-linear variation of stress with the Whitney stress block. نان لینیار ویریشن استرس به همو ویتنی استرس بلاک چیزی که جلوتر آمادیم خود شما در نظر گرفتیم ایالت در نظر میگیره که همون گراف پارابولی که تقسیم کردیم به گراف لینیار که یعنی اونجوگا دپت سی بود آمادیم سیر ضرب بیتا یک کردیم که ایر معرفی کردیم و بیتا یک که به همون جی آماد بیتا یک والیو آر گیوین این ای سی آی کود سیکشن بیتا یک قیمت بیتا یک هم به ای سیکشن چپتر ده سیکشن دو هفت سی داده شده که ما به این جگاه آوردیم جلوتر برایم خود شما میگیم رنج ازی از چی قراره. میگیم اگر مقاومت کانکریت کوچکتر مساوی با 4000 پی اس آی یا 30 مگاپاسکال باشه یعنی زیر 30 مگاپاسکال یا 300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بتا 1 مساوی به 0.85 یعنی از مقاومت های 4000 به پایین یا از 30 مگاپاسکال به پایین قیمت بتا 1 هر چی بود 0.85 در نظر میگیریم. اگر مقاومت کانکریت فریم سبسی از 4000 پی اس آی یا 30 مگاپاسکال زیادتر بود میایم خود شما بتا 1 از این رابطه پیدا میکنیم. بتا 1 مساوی میشه 0.85 0.85 منفی اف فرایم سبسی منفی 4000 بر 1000 ضرب بر 0.05 که تحت هیچ شرایطی نباید که قیمت بتا 1 از 0.65 پایین‌تر بشه یا به هر هزاری که زیادتر بود به عنوان مثال اگه 5000 بود بتا 1 هم که دایرکت بود نزدیک از این رابطه استفاده کنیم و 0.8 در نظر میگیریم. به هر هزار به اندازه 0.05 میایم خودشون از پیش بتا 1 از پیش 0.85 کم میکنیم و همین حالت هر خود شما برای اس آی یونیت یا اینترنشنال سیستم یا سیستم اینترنشنال از این قرار داریم. بتا 1 میگیم مساوی به 0.85 برای اف فرایم سبسی مساوی به 30 مگاپاسکال. این باید کوچکتر مساوی 30 مگاپاسکال می بود یا 30 مگاپاسکال. و برای اف فرایم سبسی بزرگتر از 30 مگاپاسکال اون خود شما دارین که بتا 1 مقدار مساوی میشه 0.85 منفی 0.208 ضرب در اف پرایم سبسی منفی سی که اینجا باید با مگاپاسکال گذاشته شه که تحت هیچ شرایطی نباید بتا 1 از 0.65 کمتر در نظر گرفته بشه. این رنج بتا 1 که بزنج بتونیم خود شما ایر دقیق پیدا کنیم. بیم فلک جرال رسیستنس ای بیمه که اینجا آمدیم خود شما عرض یور بی ارتفاع از سایه تنشن استیل تا به کامپریشن دی و قسمتی که از کانکریت به کامپرشن قرار میگیره دپت سی در نظر گرفتیم. حال اینجا اگه بیایم خود شما تیم اس اف وای بود و کانکریتی هم که به کامپرشن قرار میگیریم 0.85 فریم سبسی ای بی بود چون کل از این دپت به ای نشان دادیم پس حال قسمت بالایی میشه ای بر دو فاصله وسط از این پس میشه کل ارتفاع دی بود ای بر دو کم کنیم میشه دی منفی ای بر دو. کنمی انترنال فورس ات التیمیت کاندیشن با حالت های
التیمیت انمی قواهایی که یک مقطع بیم کانکریتی وارد میشه. بیم فلکجرال رسیستنس ادامیونه. دیزاین فلکجرال استرنس از گیون بای دیزاین فلکجرال استرنس یا همون مومنت مومنتی که به حساب به این روش خود شما باید اول به حساب داشته باشیم فی ام ان، یعنی که می گفتیم ام ان نامینال مومنت بود که مثلا میشد ام یو بر فی که به فصل گذشته اومدیم خود شما رو اونجا معرفی کردیم. حالا اگه بریم ام یو پیدا کنیم مثلا میشه فی ام ان فور سنگلی رینفورسد رکتانگولار بیم. اگه بیایم خود شما یک بیمی در نظر بگیریم که یه سنگل رینفورس باشه، یعنی دبل رینفورس نباشه، تنها استیل به سایه تنشن داشته باشیم، به سایه کامپرشن نداشته باشیم و بیم هم رکتانگولار باشه، ال بیم و تی بیم یا دیگه انواع بیم که از قسمت ها از این حساب تفاوت داشته باشه نباشه، یعنی ایالت به همی ایالت که یه استیل به سایه تنشن و سایه کامپرشن استیل نداره از مختم رکتانگولار باشه. مومنتر برای همی میتونیم خود شما به ایم این معرفی کنیم که یا اگه بیایم خود شما حالت استرس یا استرس فرض شده در نظر بگیریم ویریشن از این قراره و حال به زینجگا اونه میگیم ام یو برای همیش کوچکتر مساوی فی ام اینه و اگه بخوایم خودش ما ام این رو پیدا کنیم اینجگا ای دو قوه سی و تی کپله ای ایس ایف وای مساوی به اشیر 85 فرام چپ سی باید باشه که همی حالت بقی بمانه. اگه نباشه پس ای بیم از لحاظ استتیکی حالت تعادل یا حالت ایکیولیبریوم نداره، یعنی از باید مقدار از این هر دو قوه خود یک دیگر مساوی باشه که از لحاظ داخلی اینترنال فورس با حالت تعادل باشه. پس اشاری 85 پرایم سب سی ای بی مساوی به ای اس اف وای، اشاری 85 پرایم سب سی ای بی مساوی به ای اس اف وای. حالا اگر ایر بریم خودش ما پیدا کنیم اون ای اس اف وای بر اشاری 85 پرایم سب سی ای بی. حال اگر بیایم خودش ما رور معرفی کنیم که مساوی بشه ای اس بر بی دی، یعنی ای اس مقدار استیل بی دی هم مساحت بیم، برمیگردم اینجگاه نگاه کنیم بیر ضرب بی دی کنیم مساحت میشه ای اس هم استیلی که اینجگاه با کار رفته. اگه بیایم خود شما ای نسبت که ای به رو معرفی میکنیم که از این دیگه بعد از این خود شما به دیزاین تمام الیمنت ها کانکریت استفاده میشه رو. پس بیایم رو خود شما معرفی کنیم ای اس بر بی دی. حال به اینجگاه ای اس بجا ای اس اگه بخوایم خود شما به حساب ای رابطه برای ای اس حل کنیم میشه رو ضرب بی دی، بگذاریم رو ضرب بی دی بی خودی بی خلاص میشه که به صورت میایه اون میمونه رو دی، پس میشه رو اف وای دی بر اشیر 85 فرام سب سی. قیمت چی؟ قیمت ای میتونید در حال که از اینجا هم استفاده کنیم، اصلا به این طرف نیم اینجا اگه فیصدی استیلر داشتیم بیاییم از ایالت استفاده کنیم. ایکویشن ها دگی که خود شما میتونیم استفاده کنیم این رابطه خودش دیم اشاری 85 پرایم سب سی ای بی مساوی ای سیف وای، میتونیم مومنت بنویسیم که مساوی میشه تی ضرب در دی منفی ای بر دو یا سی ضرب در دی منفی ای بر دو کیر جلوتر هم به فصل دگه خود شما فصل دو کار کردیم. بجا تی اگه قیمتی و ای سیف وای بگذاریم، فکر کنم شکل اینجگا داشته باشیم، شکل نداریم خیر مشکل نداره به شکل نبید اینجگا بود اینه چی به حساب قیمت تیر بخترین چی قیمت سیر یا ASFY یا اشاری 85 فرایم سب سی ای بی، هر کدوم از اینا رو با کار ببریم مشکل نداره. اونو میتونیم این رابطه رو خود شما بنویسین که مقدار مومنت به سایه میشه ASFY ضرب دی منفی بر دو. اگه ایر تبدیل کنیم با التیمیت که مو ام یو باشه اطراف ضرب فی کنیم اون فی ASFY ضرب دی منفی ای بر دو. حال اگر ما به همینجی بیایم قیمت ای که خود شما جلوتر پیدا کرده بودیم اینه بزین چی ایر پیدا کردیم مساوی شد رو اف وای دی بر اشیر 85 فرام سب سی، به جا ای به ای رابطه بمانیم، یعنی به ای رابطه به جا ای بمانیم، انمی ایم این مساوی میشه رو بی دی مربع اف وای رو ضرب در یک منفی رو اف وای بر یک اشیر 7 اف فرام سب سی. که به زینجگا کاری که به حساب از نویسینده ها کانگریت خصوصا نمی تکسی که ما شما پیش میبریم مکر و مک کرده آماده یک تیبل جور کرده که از تیبل 8 تا تیبل 13 ای 8 تا ای 13 به اپندکس از این کتاب شما میتونیم ببینیم. اونجگا آره این معرفی کرده ایم یوی بر فی بی دی مربع
و بعد گفته رویی که نیاز داریم یا مقدار نسبت استیل به مساحت بینی که به حساب نیاز داریم، او هم گفته 85 فریم سبسی برای فوای ضرب در یک منفی جذر یک منفی دو آره اینی برای 85 فریم سبسی گفته از این میتونیم استفاده کنیم. قیمت یعنی ای بوده قیمت ایر به سلاید گذشته خود شما پیدا کردیم. این مقدار همین مقدار اگه بیایم خود شما بزنجا گفت شما این وقت داریم رابطه به ایالت تبدیل میشه. با حساب رسیدیم خود شما به ختم درس دوم. اگر شما در صورتی که سوال چیزی دارین سوال خود وقتاً به وقتاً مطرح کنیم به سوال شما پاسخ داده میشه و کاری که میکنیم تمام سوال هایی که به ختم هر فصل به کتاب کانگریت تکست بوکی که معرفی شده که اون هم شما میتونیم از اینترنت دریافت کنیم هم میتونیم از بخش تدریسی خود بگیریم او سوال ها کار کنیم. امید از این که اوقات خوب و خوش داشته باشیم. الله ما و شما و تمام مؤمنان از آفات و بلاهای روزگار در امان داشته باشه. درس دوم خود شما به پایان میرسانیم. الله حافظ و نگهدار همه ما و شما. سبحانك اللهم و بیمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.